به چنل یوتیوب ما خوش اومدید. من حسین هستم. من حنانه. امروز میخوایم یه موضوع فوق جذاب و چالشی رو با هم دیگه تحلیل و بالا پایین کنیم به نام بردگی جنسی. یادتون نره ما رو حمایت بکنید، کانال رو سابسکرایب بکنید، لایک بکنید، کامنت انگلیسی هم بذارید که ساب نپره. بریم حسین موضوع اول رو بذار ببینیم که چی هست و بریم سراغ اولیش ببینیم چی کار. سلام خانم دکتر، وقتتون بخیر باشه. میخواستم راستیتش در مورد یه سری مسائلی با هاتون صحبت کنم. اینکه من یه خانومیم، تک فرزندم، مامان بابام توی 7 سالگی از هم جدا شدن و 3 سال پیش من با یه آقای آشنا شدم. ما کلن 1 سال با هم دوست بودیم، 1 سالم نامزد کردیم، 1 سالم بود که ازدواج کرده بودیم. این آقا اوائلش به من میگفت که من خیلی خانوادم آدمای موفقی هم و زوج خوشبختی هم و اینا. منم اوائل زود باور شده بودم که آره آقا مثلا این خانوادش خیلی خوبن. زیادی که تحقیقی نکردم. الانم 30 سالمه، دارم میرم تو 31 سالگی، لیسانس حقوق دارم، شوهرم هم لیسانس عمران داره. من با این آقا 1 سالگی ازدواج کردم. تو دوره‌ای هم که با هم نامزد بودیم در مورد یه سری مسائل با من حرف میزد که برای من خیلی تازگی داشت، که مثلا میگفت من یه شخصیت خیلی خاصی دارم و در مورد بردگی جنسی اینو با من حرف میزد. من هر وقت واسه مثلا ازش بخوام که بیشتر برام توضیح بده یه سری مسائل عجیب تر برام باز میکرد و من بیشتر شوک میشدم. و اینکه اون ازم خواست که من مثلا براش قلاده ببندم و نمیدونم مثل یه سگ مثلا باش برخورد کنم و تو مثلا روش فشار بیارم، کتکش بزنم و اینجور مسائل که مثلا باز بشه ارضا بشه. و منم گفتم خب باشه، مثلا مشکل ندارم، آقا این شوهرمه دیگه. اینو الان صحبتشو گوش دادی دیگه. یه چیزی که خیلی الان عرف شده، طرف میگه که من چون مثلا شوهرمه، یا اون یکی میگه چون همسرمه، هر درخواستی، یعنی الان این درخواستی که این کرد، اولش میگه که خانواده ما، شوهره داره میگه، میگه خانومه داره میگه خانواده ما خیلی آدمای موفقی هستن. یعنی من نمیدونم چی جوری موفقیت رو داره ترسیم میکنه، ولی حالا اصلا به این موضوع کار نداری. درخواستی که داره از خانومه میکنه، خانومه به این دلیل که فقط میگه چون شوهرمه، یعنی با یه چیز خیلی حاد. آره و اینکه اصلا کلا وقتی که داشت در مورد این موضوع صحبت میکرد هم خیلی ناراحت بود، هم اینکه صداش اصلا میلرزید به خاطر اینکه یه نارضایت خیلی زیادی داشت از این موضوع و احساس میکرد که داره در واقع یه آزار جنسی میده با اینکه همسرش بود. و میگفت من اصلا خودم اولش یه شوکه شدم ولی خب قبول کردم. من اینو میگم آقا چون همسرته دلیل نمیشه که هر چیزی رو بیاد به تو بگه تو هم قبول بکنی آقا همسرمه. بریم برای بعد. من هم 2 ترم مونده بود که دانشگاهم تموم بشه. تا این فاصله هم خانواده‌ام به من گفتن که آقا باش نامزد کن. خب من که بابایی نداشتم که، فقط من بودم و مامان بزرگم و مامانم. بعد دیگه منم گفتم که خب باش آقا نامزد کنیم. اونم خانواده‌اش موافق شد. یعنی موافق بودن که مثلا ما با هم نامزد کنیم. و اینکه خانواده‌اش خیلی خانواده کنترلگری بودن و اون اصلا مثلا میخواستن که آقا من پسرشون رو مطیع کنم که به حرفشون گوش بده، مثلا هیچ حرفشون رو رد نکنه، جواب رد مثلا بهشون نده. ولی بعد یه مدت دیدن که آقا من از پسش بر نمیام که بگم آقا پسرشون مثلا بعد سر تا پا گوشه اینا باشه. من موفق نشدم این کارو بکنم. یعنی یه جورایی هم دلم نمیخواست این کارو بکنم که مثلا اینجوری بشه. بعد مثلا اینا توی ظاهر اوائل خیلی با من خوب بودن، ولی مثلا تو باطن معلوم بود که دارن با من بد میشن، مثلا کینه گرفتن. الان اینجاشو چی گفت؟ گفتش که من ازدواج که کردم قبلش قبول نمیکرد، بعد خانواده گفت وقتی که ازدواج کرد خانوادهش دوست داشتن که یه کنترلگری روی بچه داشته باشن، انگار که تا قبل حالا بچه سرکشی میکرده یا مثلا مطیعشون نبوده، از این میخواستن. در واقع یه نگاه، میگم هم کنترلگری دارن هم یه نگاه ابزاری حس میکنم خانواده نسبت حالا حتی به فرزند خودشون. آره داره،
که این حالا میتونه حتی نشأت گرفته از این باشه که اون نگاه ابزاری که از کودکی باهاش همراه بوده الان که ازدواج کرده، این نگاه ابزاری همین الان داره انتقاد پیدا میکنه به همسرش که داره شروع میشه حالا این مشکلات. حالا بریم ببینیم که مجلس رو گرفتیم و عروسی کردیم. ما کلا تو دو تا شهر متفاوت هم بودیم به خاطر دانشگاه هم مثلا با هم آشنا شدیم. بعد مثلا اون یه وقتایی از من خواست که بیام به شهرشون ببینمش و اینا، و خونه داشتم که گفتم تو ظاهر منو پذیرفته بودن ولی تو باطن واقعا منو نمیخواستن. وقتی مثلا رسیدم اونجا یه رفتم تو خونهشون، اول خوب بود همه چیز، یکم که اون نبیدن شروع شد به خانواده قبلش قبول نمیکردش، قبول نمیکردن که این ازدواج کنه. دیگه دیدن یارو پسر خیلی اصرار داره، گفتن آقا حالا که داره اصرار میکنه تو حداقل این حرکت رو برای ما انجام بده، پسر ما رو یه جوری مطیع ما بکن. بعد اصلا اومده توی خونه، یعنی اومده با اینا داره زندگی میکنه. نه نه الان نیومده، الان گفتش که من اومدم توی خانواده همسرم شروع کردم زندگی کردم. داری میگی نامزدم، هنوز ازدواج رسمی نکرد. نه هنوز ازدواج نکرد. اصلا از الفاظ و فوش رکیکی استفاده میکردن که من شوک شده بودم. اولش دیدی؟ آره اولش میگه خانواده ما خیلی آدم های موفق و فلانن، این خانومه نه شوهره داره. آره، میگه بعد آره. میگه با همدیگه با فوشای رکیک، حالا فوشای خارمادر با همدیگه صحبت میکردن. میزدن که من تو عمرم هم این حرف رو نشنیده بودم، خیلی مثلا برام سنگین بود. من نه پسرشون هم موتیشون نبود، پسرم موت نبود، من موت شده، من اینو قطع کردم، این اصلا موت شده توی کشور ما متاسفانه. حالا نمیدونم خارج به این صورته، خیلی ها میخوام بگم ما خیلی صمیمیم، خیلی با خانوادمون اوکییم، یا اصلا میخوام بگم که مثلا عقاید شما کهنه تره یا ما خیلی بیشتر میدونیم، این باعث شده که یه سری اون حرمت ها و اون حریمایی که قدیم حالا بوده قبل بوده اصلا کلا شکسته بشه. نه اصلا مثلا الان نشونه در واقع یعنی بچهای نسل الان اینطوری، البته نسلای الان واقعا همشون هم خیلی عاقل‌تر و هوشمندتر و اینکه کلا اهل سرچ کردن و مطالعه، اما رفتاراشون با یه تضادی داره. یعنی توی خانواده ها میبینی که این احترام داره کم رنگ تر میشه، رابطه‌شون بیشتر با من خراب شد و دیگه مثلا مخالفت کردن، گفتن که نه آقا عقدتون رو به هم بزنیم، ما ازدواجی شما دو تا رو نمیخوایم. و یه وقتایی هم که با من مثلا خانواده‌اش دعوا میشدن، خدای شوهرم میومد جلو وای میساد تو روشون. یه شبی من خواب بودم، یهو دیدم صدای دعوای خیلی بعدی بلند شد، منم از جا بردم و دمیمو داره با مامان اینوش دعوا میکنه، رفتم جلو بودم بگو چه خبرتونه، یه زمان مامان رو باباشه از خونه انداخت بیرون. و خب خونه مال خودش که نبود، خونه اجاره ای بود، اجارم از باباش بود، ولی بازم با این حال انداختشون از خونه بیرون. الان اصلا نمیگه که خودش چه عکس العملی داشته که وقتی زمانی که داشته پدر مادر رو مینداخته بیرون سکوت کرده. آره الان فقط از جانب اون شوهره داره صحبت میکنه و پدر مادر. من هنوزم نمیگه، احساس میکنم که اصلا ریاکت هم نداشته نسبت به اینکه آره تو رو پدر مادر تو داری میندازی بیرون. شولن دیگه، ببین بعضی شول نیستم، ببین نه نه شولن، بذارت بگم. همین اولش داره میگه، آقا شوهره داره میگه من شخصیت خیلی خاصی دارم، گرایشات چی بود قلاده بندازم چی بود برگه yes, نه اسم فارسی چی بود بردگی جنسی. من مثلا شخصیتم بردگی جنسیه، گفتم آقا چون شوهر منه مشکل. این جور آدما رو من به نظرم همین واژه به نظرم درسته، کار به مریضی و بیماری کار. شولن آقا یه هر چیزی که از تو میخوان که نباید قبول بکنی، شوهرت هر کی میخواد باشه، اومده یه چیزی گفته اونم اول ازدواج، نیومده 5 سال بعدش بگه که هنوز تو شروع نکردی نامزد بودی، تو میتونستی یعنی اون موقع میتونستی انتخاب بکنی دیگه، اشکال نداره دیگه. وقتی که اشکال نداره همین هم تبعات داره دیگه، پشتش پیش میاد دیگه. 15 سال، بیش از 15 سال، من مثلا از یه سال فقط باشون دوست بودم، نه دوست اونجوری، ولی خب باشون رفت اومد داشتم، اخلاقشون میخواستم بشناسم، ولی بازم با اون اصلا من واقعا همچین چیزی فکر نمی‌کردم این شخص همچین رفتاری هم میتونه داشته باشه. این دو ماه آخر که کلن مامان باباشو انداخته بود بیرون، اخلاقش خیلی عوض شد. این آقا بعد با دوست من، با دوست صمیمی من رابطه برقرار کرده بود، بعد به خاطر همون بردگی جنسی اینا باهاش بود،
و اینکه مثلا بهش میگفتم آقا مثلا چرا این کارو کردی، البته اول فکر کرد که مثلا من متوجه نشدم، بعد مثلا میگم آقا چرا، مثلا بعد که متوجه شدم بهش گفتم چرا این کارو کردی، میگفت صرفا به خاطر بردگی جنسی و من باش رابطه جنسی اینا ندارم، صرفا برای اینکه این نیازم و این حسم رو برطرف کنم. بعد فکر کنم در صورتی هم که این امتناع کرده، حالا نمیدونم این اصلا قبول کرده که رفته سراغ دوستش و اصلا کلا دوست داشته، این فهمیده دیگه، گفته که تو با دوست من رابطه داشتی، گفته مدل بیزینسی چیز کرده، گفته دیدی مثلا میگی با فلانی، نه احتمالا مثلا درخواستی که از همسرش داشته این یه ذره که امتناع کرده. نه زنه، زنه از اون اول مشکل نداشته، گفته من نامزدی، گفتش اینجوریه، گفتم شوهر، زنه مشکل نداشته، این شوهره رفته با دوست زنم ارتباط گرفته، بعد زنه گفته چرا با این کارو کردی، مرده گفته آقا آره ناراحت نشون، این فقط صرفا مسئله کاری و بیزینسیه، بردگی جنس یه مدلی چیز کرده، یعنی صحبت در زنه داره صحبت میکنه یا شوهره انگار مثلا یه کار تخصصیه، آقا قلاده انداختن تو گرد نه جدی قلاده انداختن تو گردن کسی تخصصی نداره دیگه، رفتی میگی آقا من با دوست تو اومدم دوست شدم، زنه گفته چرا دوست شدی، گفته مثلا یه چیز جالب بگم الان جان بگم که درسش هم میدونی چی خونده بود دختر، دقت کردی؟ حقوق خونده بود، این به کنار مردم فریخته بوده، میگی روزی چند ساعت میگفت؟ 10 ساعت اینطور، فقط مسئله روانشناسی 10-15 ساعت مسئله روانشناسی علمی کار میکردی دیگه، یعنی عمران خونده بوده قشنگ پای ریزی قوی داشته میرفته بالا. آره بریم. خب اول که بگیم میگم که نمیدونست که مثلا من میدونم، من یکم دیدم پیگیر شدم، دم رابطهشون خیلی داره صمیمی میشه و اینا تو تلگرام پیام میدن، یه وقتا یواشکی من میرفت تو پارکینگ تا یه ساعت باش حرف میزد شوهرم که با من اونقدر آقا خانوما ببین الان فهمیده دوستم، میگه اول شل اومدم دیدم داره جدی میشه، همون اول من جلوشو بگیری دیگه، منتظر چی هستش؟ طرف منتظر اینه که مثلا توی اتاق خواب حتما ببینی، همون اول بعد اگر واقعا زندگیشو دوست داره همون اول بعد حرکتی بکنه دیگه، نه اینکه بعد بذاره آقا بذاره به تهش برسه، رابطه شون دیدم جدیه بعدن. ببین بعضی کنار نمیاد، ببین این سکوته میدونی به خاطر چیه؟ که اون ترس از تاثیرات منفی داره، مثلا یعنی میترسه که اگه الان بره بگه شاید زندگیش به خطر بیفته، مثلا آبروش تو خانوادهش بره به خاطر همین، یا مثلا خودش از لحاظ روحی حالا شاید وابستگی داشته باشه، همسرش رو دوست داشته باشه، اینا یه ذره میشه مانع هایی که مثلا میاد مجبور به سکوت کسی نمیخواد بره بگه میکنه آدم به کسی که نمیخواد بره بگه، داره به خود شوهره نمیخواد بگه آقا تو با دوست من رابطه داری، من فهمیدم، جلوشو بیاد بگیره، شقان حرف نمیزد با اون زن، اینقدر عاشقانه حرف میزن که من واقعا یه وقتا میموندم که چرا آخه با من این شکل نیست، من چی کم دارم آخه. بعد مثلا به زن میگفت که نمیدونم بیا کفش پاشنه بلند برام بپوش، بعد مثلا زن هم میگفت نه من قدم بلنده باید مثلا اسپورت بپوشم، این آقا مثلا بعد که دیگه فهمید من بو بردم و اینام بهش گفتم چرا، خودش اومد کامل برام توضیح داد، بعد مثلا انتظار داشت که من عکس العمل نشون ندم، بگم طوری نیست، خب تو هر کاری میخوای بکن، خب مثلا من اینطور که اون میخواست پیش نرفت دیگه، منم دیگه مخالفت کردم، آقا داد و هوا رو اینا که آقا چرا این کارو کردی، تو باید رابطه تو به هم بزنی اینا. بعد یه چیزی که خیلی مثلا داغونم کرد این بود که گفت من خیلی از اون خوشم اومده و تنها کسی که از این رابطه همه چی رو فهمیده و این رابطه هم مال خارجه. قبلش بگم به شوهره وقتی که مخالفت کرده، حالا بو بردن، ببین کسی میگه بو بردم که اگر بو ببره یارو جر بده، این هست بو، نه دیگه آقا طرف میگه بو برد یه جوری میگه نه یه جوری میگه بو بردم، انگار مثلا الان بو بردی شوهره رو چیکار کردی، یه دو تا داد زدی. خب ببین انقدر فکر کرده و انقدر این فکر رو توی ذهنش بارور کرده و این فکر کردن باعث شده عادی سازی جیر بده، یعنی دیگه براش خیلی عادی شده و احساس میکنه که فقط این، خب یه چیز معمولی عرفیه که توی مثلا کشور مثلا اروپایی هست ولی تو ایران نیست، ولی خب این الان پذیرفت. با اصلا نه این برام چیزه، الان شما صحبت این خانم گوش بدی متوجه میشه،
شوهرش به این کار به دید یک کار تخصصی خیلی جدی داره عمرانی. نگاه نه اصلا جدی داره نگاه میکنه یه جوری داره صحبت میکنه انگار کار خاصه. آقا قلاده انداختن دور گردن تو مثل سکتی رو بردن این ور اون ور یا هرچی آزار داده، این کار پیچیده ای نیستش که این کارگر ما هم بلد. احساسش بگم که منظورش چی بود؟ این مثلا هم میخواست که آقا مثلا من قلاده بهش ببندم. ببخشی من اینقدر واضح حرف میزنم چون تن شما تنها کسی که میتونم اینقدر باش راحت حرف بزنم که مثلا قلاده به دور گردنش ببندم، کتکش بزنم، بزنمش. تازه جوسه من نسبت به جوسه اون خیلی ریزتر بود و همین یه نمیتونستم یه وقت ارزاش کنم و همین مشکلاتمون خیلی بیشتر شد، خیلی خیلی بیشتر شد. بعد خب من با باشم خیلی کنترلگر بودن. بعد اون با من که ازدواج کرد تازه فهمیده بود که باید دنبال راحت طلبی باشه. من میخواست که دیگه دنبال راحتی باشه، بتونه آزاد باشه، هر کاری که میخواد بکنه رو بتونه انجام بده بدون هیچ محدودیتی. گفت بعد دیگه که چی شد دیدم با یه خانم و یه دیگه یه هم در ارتباطه، هر از گاهی نیم ساعتی هم با اونا دوباره یواشکی که تو پارکینگ حرف میزد. منم بالا تنها بودم، داشتم عشق میریختم، همین جوری فقط عشق میریختم ولی نمیتونستم کاری بکنم دیگه. آقا تنها کاری که دیگه من نمیدونم، آقا تو نمیخوای اونو بکشی همین جوری میمونه. چرا میمونه؟ آره چرا میمونه؟ آقا من زندگی نیستش که برو به خدا کارتون خوابی بکنه. بعضی از آدمایی که اینجوری برو کارتون خوابی بکن، برو تو خیابون، برو بیرون از اون رابطه خارج شو. جان چی میخواد از اون زندگی؟ اصلا زندگی تشکیل داده که چه الان مثلا مشکل این چیه؟ یعنی جا نداره نمیتونه بره؟ چرا نمیتونه از شوهرش جدا بشه؟ بشه بشنم و ببینم کامل که بعد من موندم بعضی از اینا چجوری اینقدر راحت پیش میرن. پیش داره میری دیگه. آقا تو داره من اگر اینجوری بکنم تو چیزی به من نگی پس فردا یه چکم بهت میزنم. تو اگه اون اولش میومدی تو حالا من چکم نمیزنم ولی حالا نه دیگه اگه من یه دونه حرکت اینجوری بکنم تو دیگه ادامه میدی دیگه. آقا این چی به من نگو یه چکم میزنم منو عذاب میدی. ولی فقط به میخندید و میره و یه وقت داریم حتی با اوشون عاشقانه حرف زد. کسی که اصلا تا به حال با من هم اصلا اینجور حرف نزده بود. ولی خب بازم پایین که مثلا این همه مشکلات رو داشت من فکر کردم بگی که مثلا شخص سومی هم بیاریم تو رابطه، ولی تنها چیزی که نخواست همین بود. ولی به من میگفت که دیگه اواخر که دیگه خیلی بدتر شده بود میگفت پنجشنبه جمعه برو خونتون یه خانم از من بیارمش. خیلی سریع ها واضح میمد تو چشم نگام که میگو من یه خانمه میخوام بیارم. بعد من فقط هیچی نمیتونستم بگم. بعد به همون خانم که دوست صمیمیه بنده بشه کات کردن. وقتی که کات کردن اومد منو تهدید کرد که تو حتما باید بهش زنگ بزنی، ما باید با هم آشتی کنی، من به اون نیاز دارم. بعد میگو اگه این کارو نکن نمیدونم طلاقت میدم و اینا. من هم چون راستیتش هم مادر خودم طلاق گرفته بود زندگیشو دیده بودم خیلی میترسیدم. خودم هم گذشته زیاد خوبی نداشتم، نمیتونستم بگم که آقا چون مثلا دقل گذشته خوبی داشته باشم. نه از زندگی مثلا با مامانم اینو شانس داشتم، نه از اون بر دیگه شانس داشتم. دیگه هم داده بودم به این کار بچه طلاق بودنه. اگر خب بچه طلاقه یه هر ازدواجی ممکنه هر شروعی هر مثلا یه پایانی داره، ممکنه هر زندگی که تشکیل میشه و ازدواج میکنن خب واقعا بنده به هر دلیلی با هم نتونن زندگی کنن. اینکه جدا میشن که نمیشه یه برچسب منفی توی پیشونی تو یا تو ذهن تو که تو به خاطرش به خاطر اینکه چون بچه طلاق با همه چی کنار آره با همه چی کنار بیاد با همه چی کنار بیای به خاطر اینکه من مثل بابا ما یعنی پدر مادرم نشه. گفتم که خب باشه آقا مثلا من زنگ زدم از ترسم که نده طلاقم نده زنگ زدم به دوستت بگو آقا بعد زنگ زدم همچون که زنگ زدم به دوست صمیمی خودم خیلی صریحانه و اونم واقعا فیلم بازی میکنه. میگفت که چرا باید با شوهرت باشم، اون شوهر دوست منه و نه من اینجوری نمیکنم اینو. ولی خب از اصراره من فهمیده بود که یه ریگی به کفشش شوهرم، بر همین کلن کات کرد و دیگه دنبالش نیفتاد. دیگه شوهر خودم هم دیگه
یه وقتایی اومده بود تو خونه دیگه از اعصاب خورده، بهم میگفت اگه یه خانم دیگه هم نباشه باید حتما یه خانم دیگه تو زندگیم باشه، اگه نباشه نمیدونم زندگی تو جهنم میشه و دپرس میشم و نمیتونم من نیاز دارم اینا. منم صرفا از ترسم مخالفت نمیتونستم بکنم، موافقت میکردم. بعد یه وقت نمیدونم تو خیابون دنبال این دختر و اون دختر میفته. نه الان قضیه فرق. مرد اولش میگفت که آقا من اگر با این خانم هستم چی گفت؟ فقط به خاطر اینکه حالا مثلا اون آره. در واقع برده اینم... جنسی دوستاشون آره اینم برده... این برده جنسی رو میفهمه، درک میکنه و توی ایران این مسائل برای خارج کشور، توی ایران همچین مسائلی نیستش. این یکی از ایناست که این چیزو فهمیده، برای همین من باش رابطه دارم. خب الان دیگه بحث بردگی جنسی نبوده که. اونجا یارو میگفت آقا چون فلانی بردگی جنسی رو میفهمه من اومدم باش ارتباط دارم. الان که دیگه همچین چیزی نیستش که. به زنش گفته برو یکی دیگه پیدا کن. آره من اصلا تنها نمیتونم. این طرف اصلا بحث زن فقط میخواسته، اصلا ربطی حالا اونم انجام میداد. میگفت که گوشیم قراره خیلی زنگ بخوره، زنگ خورش قراره زیاد بشه، یه وقت قراره تا نصف شبم بیرون بمونم، خودتو آماده کن. عشان سری همین رو تو چشم میگفت. واقعا عقده بازی. من میگفت بهش میگفتم خب آقا من میرم با یه مرد دیگه. ببین چقدر چی تو تو مردی من زن من اونجوری داره میترسیده، خاک تو سرت راحت نمیدونم طبق گفتی کیه کی که اصلا من نمیدونم اون شخص کیه. میگفت خیانت زن با مرد فرق داره، چون زن این شکلیه ازش، چون مرد ازش اون شکلیه. من فقط این آره به من میگفت. یعنی چی مثلا خیانت زن با مرد فرق داره؟ البته فرقش میدونی تو ایران میگن فرق داره؟ خب به خاطر اینکه خب کشور اسلامیه، فرهنگی که حالا جا افتاده و حالا از نظر شرعی گفتن که حالا چون هر مردی میتونه تا 4 تا زن رو بگیره خیانت قضیهش فرق داره. از نظر مثلا اینا خب نه اینا این اصلش یه چیز دیگه است، میان اینا یه برداشته که برای خوش حالا چون 4 تا حالا اصلش چیه؟ یه مرد توی اسلام میتونه 4 تا زن بگیره؟ اصلا اینجوری نه تو کشور من اینو نمیدونم واقعا، اینو اطلاع ندارم در مورد بود مذهبیش، اطلاع ندارم در مورد اخلاقیش. اصلا کلا خیانتی هم ضد عقلانیه، هم ضد اصلا کلا حرکت انسانیه، بعد اصلا کلا ضد علمیه، اصلا هم چیزی قابل توجیه و تفسیر اصلا نه تو جامعه ما نیست. عقل دارید ببین به هر حال بعضی جا باید عقل خودتونو به کار بندازید دیگه، یعنی خودتونو جای طرف نمیتونید بذاری یه لحظه به خودت فکر نمی‌کنی که خیانت هر مدلش هر شکلش چه با روپوش یا اون ظاهر مذهبی چه با غیر اون. البته ما تو مذهب هم همچین چیزی نداریم، از خودشون در میارن به خدا تفاوت. آره کی گفته مرد میتونه بره خیانت بکنه؟ این حرفا چیه؟ در مورد ازدواج من شنیدم، ولی اونم یه خیلی چیز داره، شاخه ماخه داره، اونجوری هم نیستش که فکر کنی آه. اسلام گفته مرد 4 تا زن، باید شرایط خاص داره، باید مصاب یه چیزای اینجوری داره. حالا من اونو کار ندارم، من تخصص من نیستش، ولی در هر صورت اینو باز خودتون نید. من که پشت این قضیه میبینم اینکه حتی همه آدمی که الان انقدر تنب و طلبه یا اصلا کلن میگم بی دی اس ام داره، بردگی جنسی و دوست داره، یه ترس داره، ترس تنهایی هست. زنش هست که خب نه میگم اون ترس خب همون میاد مثلا یه دونه رو ثابت نگه میداره آه. که من تو باش من تنها نباشم، من میرم آره میذاره قشنگ اینو نگه میداره، حالا من کار دیگه رو انجام میدم. این میخواد خیالش مثلا از این بابت راحت باشه، کار دیگه اش هم بکنه، اینم تهدید بکنه نگه داره، اینم که قشنگ پا به تله داده و که حالا هی برچسب منفی من بچه طلاقم اینم داره راه میاد دیگه. تا اینجاش که هر چی شوهر گفته انجام بده دیگه، فقط گریه کردی کار دیگه نه چه فرقی داره. نمیتونستم واقعا بهش بفهمم، چون میدونست مثلا من میترسم، چون خودت نفهمیدی با این چیزا مثلا اذیتم میکرد، اونم از اصطلاح نمیدونم برو خونه ننت خیلی استفاده میکرد. بعد من نمیرفتم دیگه، آخر یه خودش من انداخت بیرون و برو خونه ننت هیچی دیگه. من زنگ زدم یکی از فامیلام که بیا دنبالم منو ببره. بعد از 15 روز بالاخره آقا تشریف آورد،
خونه مادر بزرگم که دیگه بیان منو مثلا ببره. و من خب مادر بزرگم خیلی سنش بالاست، مثلا تنش داره استراب، اگه مثلا بگیره سریف جارش میره بالا، حالش بد میشه. به همین خاطر، هم به خاطر این که سنشون بالا بوده میترسیدم، هم به خاطر خودم میترسیدم در باز کنم. اومده بودم در خونه، منم در روش باز نکردم، دیدم یه چیز از بالا سر خونه تا پی اومد توی خونه، همین چون دیدمش باورم نشد. مامانم هم ترسید، آقا زنگ زد پلیس، بعد پلیس هم اومد بردشون. بعد نمیدونم زنگ زد که تو منو انداختی زندانا، من نمیتونم اینجوری زندگی کنم و اینا. خیلی اینا رو به من میگفت. الانم یه زنگ زده میگه که برگرد، نمیدونم من دوستت دارم، من به خاطر تو این همه کار کردم، تو به من فرصت ندادی، نمیدونم من اون زمان توی بحران سختی بودم و اینا، فرصت بهم بده. دیگه به تو فرصت دادم، نمیدونم خان دکتر باید چیکار کنم. دیگه حرفش این بود که من وابسته به خانوادم هم، منو میگفت، من که یه سال از خانوادم دور شده بودم، میگفت تو وابسته به خانوادتی، برای همینه. بعد دیگه آخر سرم که مثلا بهش گفت دیگه جدی ترش کردم، رفت خودکشی کرد. خانم دکتر نمیدونم باید چیکار کنم، خودتون بهم یه راهنمایی بکنید، ممنون میشم، مرسی. خیلی واضحه که اصلا تموم شد این رابطه، اصلا رابطه نیست، اسمش رابطه نیست، این که اصلا باید در مرحله اصلا کلا رابطه تموم بشه، قطع بشه. مردی که خودکشی کرده با اون پیشینه مشکل داره، آره، قبلی که برای خودش ساخته، و الان اصلا ران... هر دو طرف درمانشن. الان این راهنمایی، آره دیگه، آره دیگه، خودش, خودش که خودش که مریض بود. بیماره. آره خودش که مریض بود، کسی که زنگ زده بود، کسی هم که شوهرش هم طرف مقابلش هم مریض بود. الان این کمک دیگه، یعنی خودشو درمان بکنه دیگه، چون آره دیگه ما نمیتونیم طرف مقابله که نیست درمان بکنیم، کسی که نه این زندگی داره... که میگم دیگه درست بهشون نیستش که دیگه، اصلا... تموم شد دیگه. اصلا اینکه نه زندگی بود و نه رابطه، اصلا این چیز مسخره‌ای بود که حالا میگه از همکارها مشاوره گرفته، ولی در نهایت میگه مشاوره همه همونو گفتن، گفتن اصلا تموم باید بکنه. ما به اون شخص مقابل که اون آقا هست اصلا کاری نداریم. کسی که میاد درخواست درمان میکنه و مشکل داره، ما باید اونو حل بکنیم و درمانش بکنیم. که اصلا توی همین برنامه هر کسی که حالا برنامه رو دیده و مشکلی مشابه همچین قضیه‌ای واقعا بوده و داشته، ما میتونیم هم سوالاتونو تک تک جواب بدیم، پاسخ بدیم، و حتی میتونیم از در واقع سوالات شما یه ویدیویی مکمل همین ویدیو تهیه بکنیم و بررسی بکنیم، و تا اونجا که میتونیم، حالا نه انقدر تخصصی کلینیکال، حالا با تماسهای حالا وقتای مشابه میتونیم انجام بدیم، ولی تا یه حدی میتونیم راهنماییتون بکنیم که حداقل انقدر وارد رابطه های سمی و صدمه زننده در واقع اینطوری نشید و بدونید که کلن چقدر حق و حقوق دارید، بدونید که اصلا کلن توی اون رابطه وقتی وارد میشین چجوری از اون رابطه خودتون نجات بدین. و اینکه خیلی از این، به یه چیزی بگم حسین، خیلی از این آدم هایی که حالا مشابه همین مشکل رو دارن نمیدونن که ما جامعه، حتی ما براشون چقدر ارزش قائله، حق و حقوق براشون قائله، میتونم برن شکایت کنم، میتونم از راه قانونی برن پیگیر کنم. کانال ما رو سابسکرایب کنید، لایک کنید، کامنت انگلیسی بذارید که ساب نپره، ویدیوهای بعدی هم ببینید. اگر مشکلی مشابه این مشکل دارید بذارن دیگه، آره کامنت بکنید، حتما همه رو من جواب میدم، بخشیشو البته بخشیشو هم صلحش رو جواب میدم. یه مورد دیگه هم بگم آخر ویدیو، ما مطالبی که اینجا داریم صحبت میکنیم، اگر کسی اینجا حالا پیغام میذاره، صحبتی میکنه در موردش، میایم ما میشینیم تحلیل میکنیم، شما با این جلسه یا صحبت های ما صرفا درمانتون انجام نمیشه، باید برن دیگه، ده جلسه، صد جلسه، حالا من نمیدونم، به حال کار بعد شما حتما میشه روانشناس بریم، از روان درمانگر استفاده بکنن، از روان پزشک استفاده بکنن، یعنی اینجوری آره یه سری چالش ها، یه سری مسائل کوچیک رو ما براتون برطرف میکنیم، بالا تحلیل میکنیم، شاید هم اصلا تو این تحلیل ما برطرف نشه، ولی شما برای درمان حتما پیگیریتون رو انجام بدید، هم شما هم بقیه دوستانی که پیغام میذارن. ما هم تا جایی که میتونیم تو این صحبت هامون سعی میکنیم کمکتون کنیم. عشق منی
مرسی که همراه ما بودین و وقت گذاشتین و گوش دادین و امیدوارم که لذت هم برده باشین. بای بای. خدا نگهدار.